بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه آدم و حوا، خودشناسی جنسی. صفحه 46. کنکاشی درباره فمینیزم، اصالت مادینگی. زن مظهر اراده به پرستیده شدن است و از این لحاظ رقیب خدا بر روی زمین است و لذا مظهر شیطان و دشمن قسم خورده ایمان مرد محسوب می شود و در اسطوره شناسی همه مذاهب و فرهنگ ها محل جلوه دیو و اژدها و اهریمن بوده است. و به همین دلیل تعداد زنان واقعا مؤمنه‌ای که توانسته بر این اراده شیطانی خود فائق آیند به تعداد انگشتان دست بوده است و البته کاری عظیم است. در داستان آدم و حوا هم می‌خوانیم که ابلیس از طریق حوا به آدم نزدیک شد و موجب هبوط آنها گردید. با این وصف مکتب نوظهور فمینیزم یک ریشه تاریخی و ذاتی دارد و اصلا امری جدید نیست، بلکه مثل سایر ایده های بشر در عصر جدید مبدل به یک مکتب و مذهب شده و مدون می گردد. زن در این حال که تحت شعاع نگاه مرد و عشق اوست که به خود می آید و زنانگی خود را کشف می کند و احساس وجود می یابد، ولی هرگز موفق نمی شود که مردی را تا به آخر به پرستش خود بکشاند و این پرستش را محقق سازد. بدین لحاظ زنان دوران سنت موفق‌تر بودند و عصر مدرنیزم به لحاظی دوره سقوط هویت و ارزش‌های تاریخی زن و لذا عصر روسپیگری جهانی اوست و لذا غایت ناکامی او در پرستیده شدن. لذا فمینیزم به معنای مکتب اصالت زن و خودکفایی جنسی او به مثابه غایت خودپرستی زن است که برخواسته از ناکامی او در آخر الزمان می باشد و واکنشی کینه توزانه در مقابل مرد محسوب می شود. فمینیزم به معنای آشکار شدن جهانی و ایدئولوژیک جنگ تاریخی و پنهان بین زن و مرد است که صف زنان را در مقابل مردان آشکار کرده است. زن با به خیابان رفتن و مشاغل عمومی و گریز از خانه به این ایدئولوژی لباس عمل می پوشاند و می خواهد بی نیازی خودش را به عشق مرد اثبات نماید. ولی این شعار آزادی و استقلال زنانه و کاربرد اجرایی فمینیزم در همان آغاز راه ناکام بوده است، زیرا زن تحت این عنوان فقط می خواهد بی نیازی خود را به یک مرد خاصی که عاشق یا شوهر اوست ثابت کند و در عوض با انکار این مرد واحد به دریوزگی ده ها مرد در جامعه مبتلا می شود. او شاید در انتقامش از آن مرد خاص موفق باشد، ولی در شعاری که می دهد و ادعایی که می کند ناکام تر از هر دورانی است. زن در دوران سنت و خانه نشینی یک امپراتوری فمینیستی پنهانی داشت که همان را هم از دست داده است. به زبان ساده، فمینیزم یک لجبازی احمقانه و به غایت کودکانه است که به تقلید از مرد پدید آمده و حتی ایدئولوژیش را هم مردان نوشته و پرورانیده اند تا زن را به خیابان بکشانند و بدین گونه از او انتقام گرفته و مکرش را به سرش بشکنند. فمینیزم ایدئولوژی هرزگی مرد مدرن است که بر زبان زنان جاری می شود و غایت مردواری مالی خولیایی زن می باشد. فمینیزم رسوایی شیطان است. فمینیزم تقدیس فلسفی روس بیگری و تبدیل زن به سکس یک بار مصرف است و جز این هیچ احساسی از آزادی و استقلال برای زن وجود ندارد.